از دار زوال و دار فنا آمده و بر خود ظرف این عنوان آمده، به تبع مظروف در این ظرف هم تابع خود ظرفه. وقتی ظرف فناپذیر باشه، مظروفش هم فناپذیره. به یه عبارت دیگه، ذات اقدس الله این دنیا رو برای دنیا نیافرید، دنیا رو برای انسان آفرید. این تعبیر حدیث قدسی که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، ای انسان من تمام عالم رو برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم، این اشیا جمع شیئونه و شیئان به هر چیزی را که لباس وجود برتن کنه شیئون صادقه. لذا عالم دنیا هم شیئی از اشیاست و خداوند عالم تمام اشیا رو برای انسان آفرید. وقتی تمام اشیا برای انسان و خود انسان در دار دنیا دارای بقا نیست، وقتی اصل دارای بقا نباشه، چطور میخواد فرع دارای بقا باشه؟ دنیا رو برای انسان آفریدن، انسان رفتنیست، دنیا هم به طب باید رفتنی باشد. ولذا مسلم هست از آیات و روایات زمانی که آخرین فرد از دار دنیا رفت، که در روایت آمده ان آخر من یموت الامام، آخرین نفر که از دار دنیا میره امام و حجت الهیه، اولین فرد این عالم امام و حجت الله، آخرین فردم امام و حجت الله. زیرا نباید خلق الله در زمین باشند اما بدون حجتی بالای سرشون. ولذا آخرین فرق که امام از دار دنیا میره، دیگه در دار دنیا انسانی باقی نیست، دار دنیا جمع میشه. دار دنیا چرا جمع شد؟ چون دنیا همه همش برای انسانه. انسانی نیست تا بودن دنیا موضوعیتی داشته باشه. با رفتن انسان دنیا هم دارش جمع میشه. انسان ها که رفتن به عالم برزخ، بقای برزخ به خاطر انسانه. قیامت که برپا شد و ارواح انسان ها از برزخ رفتن به قیامت، دار برزخ هم اونم جمع میشه. وقتی خود انسان رفتنیست در دنیا دارای بقا نیست، چطور ظرفش و فرعش که انسانه او دارای بقا باشه؟ اونم نابود شده نیست. حالا چطور انسان عاقل پیدا میشه به این دنیای فناپذیر دارای مارک عدم بقا دل به او ببنده؟ و رضا فرمودن ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه در نزد شماست همه اونها فناپذیره، دارای بقا نیست. آنچه در نزد خداست او دارای بقاست. رضا اگر دنبال خدا رفتید به رنگ یا باقیم، شما دارای بقا میشید. عمل برای خدا انجام بدید به رنگ یا باقی، عمل دارای بقا میشه. باید یک اتصال و ارتباطی با یا باقی انسان پیدا کنه که رنگ بقا پیدا کنه، و لا غیر این یک کانال تمام کانال ها که رنگ بقا ندارن رنگ فنا دارن. وقتی رنگ فنا بیاد فانی هستن. انسان عاقل که کارهاشو با فانی هماهنگ نمی کنه، دل به فانی نمی بنده. در روایت آمده ای انسان، جدن این روایت هر کدومش به انسان یه درسیه که اگر در خانه دل کس هست یک حرف بس هست، گای روایات از این بابه. فرمودن اذا اصبحت
فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا انسیت فلا تحدث نفسك بالصباح لأنك لا تدري ما اسمك غدا. وقتی صبح کردی وعده شب خودت نده، شاید شب بیاد تو نباشی. وقتی شب کردی وعده صبح خود نده، شاید شب سر بیاد صبح بشه اما تو نباشی. چرا صبح کردم به خود وعده شب ندم؟ چرا شب کردم به خود وعده صبح ندم؟ زیرا لأنک علته، لأنک لا تدری ما اسمک غدا، زیرا تو نمیدانی فردا نامت را چطور میارن. آیا میگن آقای فلانی یا میگن مرحوم مغفور فلانی؟ نمیدونی. بذار وعده به خودت نده، نگو حتما این کار از آن را به شب واگذار میکنم و این کار را شب میرسم. اگر کاری بناس انجام بشه زودتر انجام بده. زمان شب میاد، فرداشم میاد، هفته بعدم میاد، ماه بعدم میاد، سال بعدم میاد، قرن بعدم میاد. زمان در حال گردشه. از کجا تو باشی؟ تو فکر خود باش. حالا که خود انسان برای صبح میگن شب به خود وعده نده، برای شب میگن صبح به خود وعده نده، حالا این دنیا برای این انسانی است که فردای این انسان معلوم نیست. میخواد فردای دنیای ما معلوم باشه؟ خب اونم معلوم نیست. وقتی فردای دنیای انسان معلوم نبود، آیا دنیایم هست برای من یا از کف میدم؟ کدوم عاقل پیدا میشه به این دنیا دل ببنده؟ محمد ابن زید دمشقی میگه جدا این جریانات در تاریخ برای ما خیلی درس خوبیه، چون درباره فضل ابن یحیای برمکی صحبت میکنه که شبی تولد فرزندش بود. خب به هر حال خواست پدر بشه یا فرزند جدید براش جلو بیاد، دعوت کرد یه دمت اوین رو از شعرا رو که برای فرزندم شعر بگید. همه اشعاری سرودند، این به مزافش نیامد. این اشعار منو دعوت کرد که تو بیا بر پسرم شعر بگو. من رفتم و جلسه رو که دیدم ابهتش منو گرفت. گفتم که راست میگه، با این عظمت جلسه من حال شعر گفتن ندارم. اصرار کرد که حتما شعر بگو. رفتم یک گوشی نشستم، به ذهنم فشار آوردم، یه چند بشه در مت این فرزند سرودم. اتفاقا شعرم گرفت او را. 1000 دینار طلا برای من جایزه گذاشت. 1000 دینار طلا. این 1000 دینار میگه زندگیم را از این رو به اون رو کرد. هرچه مشکل برام بود با این پول رفع مشکل کردم. از این پول سرمایه عظیمی برای خودم فراهم کردم. مشکل همه مشکلاتم حل شد با 1000 دینار طلا. حل شد. دیگه منی را که گاهی به اندک چیزی محتاج بودم برای خود کسی شدم. زمانه گذشت، هارون بر برمکی‌ها خشم کرد و دیری نگذشت که دودمان برامکه برباد رفت. من در این حالات برامکه جدا در تعجب بودم. چه عظمتی داشتند، چه بروبیا داشتند، چطور نابود شدند و ورق برگشت از این رو به اون رو در افتادند. و ازا در حالات اینها اشعاری می گفتن. در زمان سعودشون، زمان سقوطشون اشعاری می گفتن. یه بار به یه حمامی رفتم، گفتم به حمامی که یه دلاک برام بیار که بسیار تنم رو کیسه بکشه. دلاک جوان زیباروی بود، اومد و اون به کارش مشغول شد. منم نشسته بودم در این حالات برامکی فکر می کردم
کم کم با خودم اون اشعاری که برای اون پسر خوندم رو در ذهنم تداعی شد، اونا رو میخوندم که من زمانی شعر گفتم برای اینها، اشعارش این بود، این مضامین بود، هزار دینار طلا به من جایزه دادن. زیرلم اشعار را زمزمه میکردم، در این جوون دلاغ افتاد و قشرد. گفتم که حمامی کی برای ما فرستاده؟ این که حالت مسروعه، حالت سر داره، به حال غش میفته، یه آدم بهتر نبود که برام بیاره؟ گفتم به حمامی که این کی برام اون آوردی؟ این که حالش درست نیست. که نه، آدم سالمی بود، برای ما کار زیاد کرده، از او یه همچین حالی سابقه نداشتیم. تو رو با آب بهش آوردی؟ گفت فرانی چیه به دست داد؟ به من گفت که اون اشعار رو دوباره میخون. خب برات میخونم. دوباره خوندم و دیم از چشمانش اشکان زیادی ریخت. گفتم جوان چی گریه میکنی؟ حالت خوب نیست؟ گفت که این اشعار را بیه برای کی گفتی؟ گفتم برای کی گفتم؟ گفت برای من سرودی. من همون فرزندی هستم که به خاطر شب میلاد من یکی اشعار تو سرودی و حال ما بعد از خشم هارون به این وضع در اومد. گفتم یا للعجب، عجب اوزا، اوزای عجیبیه. برای تولدش باباش هزار دینار طلا جایزه میده، اما زمانه برگشت اون شاهزاده و با اون بربیا چون دلاک در یک حمامی. گفتم که فلانی آنچه ثروت برام هست مال همون هزار دینار طلایی که بابات به من داد. بیا با هم به محکمه قاضی بریم، من که فرزند ندارم، تو رو فرزند خودم قانونا به حساب بیارم، تمام اموالم بعد از من به تو برسه، من این ثروت رو از بابات گرفتم و کی از تو به این ثروت محق تر؟ گفت که آنچه پدرم عنوان هدیه بهت داد من درهمی را هم قبول نمی کنم. اینا گفت و لباسش رو پوشید و از حمام رفت بیرون. حالا انسان به این دنیا دل می بنده؟ از کجا به کجا افتادند؟ کسی را که برای تولدش باباش هزار دینار طلا سله و جایزه داد از دلاکی در یک حمامی سر در آورد. یه چهار نفر پیدا بشن بدن کثیف رو به دست او بدن، ای با ساییدن چرکاشو در بیاره، چیزی درهمی به او بدهد. این دنیاست. کدوم عاقلی به این دنیا دل میبنده؟ که اگر دل بست، در بحث دیشب عرض کردم، لازمه محبت تعلقه و لازمه تعلق این انسان آنچه داره اصیل و در راه محبوبش بده. اگر داد برای محبوبش، آنچه داشت داد برای او ور عالم دستاش خالیه. اون دفتر نویس هارون میگه من ورق زدم اوضای دفتر مخارج هارون رو، دیدم در یه صفحه نوشته است برای عطریات برامکه 50,000 درهم خرج کردند. عطریات فقط 50,000 درهم خرج کردند. چند صفحه بعد ورق زدم، دم رسیدم به جنازه همین برمکی‌ها که خواستن بدنشون را غسل بدن برای نفت و چوب این چیزها 12 درهم و یک دوم درهم خرج پول نفت گرم کردن آب غسل اینها شد. از کجا به کجا؟ نه جدا برای ما درس نیست که بابا این دنیا جای دلباختن نیست. به دنیا ما که فنا زدن، کدوم آدم عاقل میاد به دنیا دل ببنده؟ و باز عزیزان مسیر بحث رو فراموش نکنید، همه اینها جریاناتی است. اگر دل به دنیا بسته شد، ذهن انسان دنبال محبوب می‌گرده،
و در نماز انسان تمرکز فکر نداره، هر کجا ذهنش از هر بازار و باغ و منزلی دنبال اینها رفت، ذهن به همون طرف میره، دیگه نماز ما نماز سیاره در باغ و بستان ها میشه، دیگه نماز نیست. باید یه کاری کرد انسان دل از اینها بکنه. وقتی دل از اینها کنده شد، دیگه دنبال بازار این دل نمیره، دنبال صاحب نماز میشه و نمازش اون وقت نماز به حساب میاد. در روایت آمده از دنیا یومان، یومان لک و یومان علک، همه دنیا دو روزه. یه روز دنیا لک به نفعته، آنچه میخوای برات فراهمه، و یومان علک یه روزی هم دنیا به نفعت نیست، آنچه نمیخوای برات میاد. خب کل دنیا اینه، آدم نگاه بکنه یه روزش اونه، یه روزم اینه. انسان در اونجا که یومان لک هست به نفع ماست، باید انسان در اینجا تدارک کنه، ذخیره کنه، بارها رو بگیره، اعمال رو جمع کنه، استعدادها رو فراهم کنه، که اگر یومون لک رفت و یومون علک اومد جلو، بتونه در ظرف یومون علک دوام بتونه بیاره. مثل کسی را که بابا مثال عرض میکنم، در طول سال چند ماه کشت و زر داره، چند ماه هم نداره، آنجا که زر اش داره میگیره، دنبال کشت و زر میره، فراهم میکنه، اون مدتی را که زمین نداره و کشتی نداره از محصولاتش استفاده میکنه. حالا زمانه رو آورد، بدن سالم داری به حمدالله، مال بندوزه کافی داری به حمدالله، خدا در نعمت برای دعا کرده، اما دنیا که دوام نداره، این نعمت هم بر میگرده. حالا که در نعمت باز شد، راحت عبادت کن، با خدا ارتباط را محکم کن، اعمال را صالح انجام بده، یه عزتی فر پیش خدا فراهم کن، که اگر یومون لک رفت و یومون علک اومد جلو، یک آبرو در درگاه داشته باشی، که اگر نالت بلند شد نالت رو بخرند. اما اکثر افراد اینن در یومون لک، جایی که توجهات رو زیادتر کنن، به وادی نسیان میفتن، خدا رو فراموش میکنن. در ظرف نعمت، جایی که شاکر بشن، مشمول این آیه قرار بگیرن، لئن شکرتم لأزیدنکم، جای این وادی، تو وادی لئن کفرتم ان عذابی لشدید میفتن. نسیتم لقاء ایامکم هادا انا نسیناکم، ما رو به یاد نداشتید، حال ما شما رو به یاد نداریم، به فکر ما نبودید، حال ما به فکر شما نیستیم. عبدالملک ابن صالح هاشمی این صحبت میکنه، میگه زمانی بود که اوضاع بر ما بسیار سخت شد و هارون بر ما خشم گرفت. رفتم دنبال جعفر برمکی، گفتم که هارون بر ما غضبناکه، یک کاری برای ما بکن، بین ما و هارون را رابطه را درست کن. اون زمان یومان لک برامکه بود، اونقدر اوضاعشون بر وفق مراد بود که حتی بر هارون هم حکومت میکردن، اگر یک کار اینها امضا میکردن، هارون نه بونها نمیگفت. گفت که گفتم به جعفر برامکی که برای ما هارون غضبناک شده، بین ما رو اصلاح کن. خیلی محکم گفت که هارون از تو راضی شد، به همین صراحت. گفتم که خب خدا را شکر، یه خورده بدهی بالا آوردم، 400,000 درهم مخروزم، یه کار کن که خداوند یه هارون از ما راضی بشه و این بدهی ما را ادا کنه. گفت که از خزینه هارون 400,000 درهم بدهی داده شد، به همین صراحت. گفت الحمدلله، حالا که هم هارون بر ما راضی شد، هم بدهی ما داده شد، دلم میخواد با بیت هارون یک وصلتی ایجاد بشه
که رابطه محکم بشه. خب پسرم را به عقد دختری از دختران هارون در بیارم. گفت که اون دخترش عالیه، به عقد پسرت در آمد. گفتم حالا که این محبت در حق ما کردی، میخوام یک علمی بالا سرش برافراشته بشه که آیندهش تأمین بشه و خیال ما هم راحت بشه. گفت هارون مصر را هم به نام پسرت کرد به همین صراحت. حالا جنسه هارون نیست، نه از اون رضایت با خبره، نه از این دادن 400,000 درهم با خبره، نه از اینکه دختر بغد او در آوردن با خبره، نه از والی مصر با خبره. همه گفت تموم شد. ما گفتی و هارون میگه چشم. گفتن که هارون جعفر بنا میگه یه همچین چهار قلم برات درست کرد از این حرفا. گفت ما قبول کردیم. یعنی اینطور من هارون حکم میگراند. هارون میگفت چشم. یه جام داره که یه بلندی بود، هارون وایساد، جعفر رفت بالای شونه هارون، بیون بلندی مثل اون تاخچه چشی مثلا، این شده پایش، شده شده صندلیش. یه بار خواستن با همین عبدالملک برای بیابانی برن، این هارون با این جلوی لشکر بودن، سوا عقب سر بودن. گفت عبدالملک دیدی که جعفر برمکی 4 تا کارتو رسید، اصلا با منم مشورت نکرد، به منم نگفت و اوضاع اینطور شد، دیدی به ما چی کار کرد؟ اصلا میگه انگار که او حاکمه و ما محکومیم، نظر تو چیه؟ گفتم که زبست محبت بونها کردی، این مراهم شما اونها رو گستاخ کرده. گفت که حرف و دلتو بزن، اگر تو بودی چه میکردی؟ ببینید این همه که برای هم عبدالملک کرده، حالا این دل چی کار میکنه؟ گفت که راستش جناب هارون حقیقت امر اینه، اگر کسی رو داری جا اینها بگذاری با اینا برخورد کن، اگر کسی را نداری جاشون بگذاری با اینا برخورد نکن. گفت خیلی خوب، دیری نگذر جعفر برمکی با اون عزت و جلال و برو بیا، دودمانشون به باد فنا رفت، دودمانشون نابود شد، که همین پسره از دلق خونه سر در آورد. این دنیاست، رسول به دنیا دل می‌بنده. این که نه سعودش سعوده نه سقوطش سقوطه. یه بار انسان عزیزه ذلیل میشه، یه بار انسان ذلیله عزیز میشه. به بیچین بخواد دل ببنده بهش. عزیزان من شاید تو ذهنم برای 8-10 شب دارم در باره حب دنیا صحبت میکنم، روایات آوردم، آیات آوردم، از غذایا نقل کردم، نکبتهاشو گفتم، تبعاتو گفتم، عقباتشو گفتم. جدا نباد این دل بیدار، بابا این جای دل بستن نیست، نباد چشماشو باز کنه، این جایی نیست که ما دل بهش ببندیم. از اینا بالاتر برات بگم، جناب سلیمان سلام الله علیه یک پیغمبر عظیم و شأن با مقام عصمت. در بین انبیا چند تا پیغمبر بودن، با اینکه پیغمبر بودن سلطان هم بودن. جناب یوسف پیغمبر بود سلطان بود، جناب داوود پیغمبر بود سلطان بود، در بعضی تواریخ داره جناب حشمت الله پیغمبر بود و سلطان بود، جناب سلیمان هم پیغمبری بود که سلطان بود، منتها سلطنتی را که سلیمان داشت قرآن به لا ینبغی لأحد من بعدی، کسی این چنین دیگه به دست نیاورد، بر جن و انس و پرندگانم حاکم باشه. خدا بو منطقه تی را بیاموزه، دیگه در همه عالم بو به همه حاکم بود. داشت با لشکریت با لشکرهاش میرفت، یه موری گفت که ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلمان سلیمان و جنوده و جنوده.
گفته به موریا به سایر مورها که به لانه هاتون برید تا لشکر سلیمان شما را نابود نکنه. این حرف مور را به سایر مورچه ها باد به گوش سلیمان رسوند. که این مور را بیارید. مور را آوردن و گفت ای مور من پیغمبرم. دیگه انبیا به حدی ظلم نمی کنن. چرا به مورچه ها گفتی که برن به لانه هاشون تا لشکر این را نابود نکنه؟ و چی گفتی؟ و جناب سلیمان این هدف من از این کلام یه چیز دیگه بود. اما چی بود؟ گفتن که به این مورچه ها که به خانه هاشون برید تا موکب شاهانه تو را نبینند از یاد خدا غافل بشند. خیلی عجیبه. به لانه هاشون برید تا در دیدشون همون عزت خدا حاکم باشه. اگر این بروبیا رو ببینن، باید عزت رو ببینن، شاید اون عزتی را که از خدا باید در دلهاشون باشه اون مقدار فروکش کنه. برای همین گفته بلانه هاتون برید تا عزت خدا در دیدهاشون آنطور که بود بمونه. بعد گفت که سلیمان این چیز دیگه میخوام بهت بگم. گفت چیه؟ این پرنده ها بعضی یک کار عجیب و غریب کردند. مثلا به تار یک عنکبوت پیغمبر اکرم جانش در امان بود. به کار یه هدهد شهر ملکی سبا همه اردن مسلمان شدند. کار عجیب و غریب کردند. و اینا هم برای ما یه درسی هست. اگر خدا به عمر برکت بده با این برکت عمر کارها میکنی. یه بار انسان آیت الله یا پروفسور یا جراح فوق تخصص یا مهندس بسیار رتبه بالاییه اما عمر برکت نداره. انسان مال فراوون داره چون رقم صفر مالهاش هم ندونه اما این مال برکت نداره، جوانی برکت نداره، این عمره برکت، این علمه برکت نداره. یه عده مال کم دارن یا اعتبار کم دارن یا علم کم دارن اما برکت زیاد تو کارشونه. با همون علم کم هدایت ها میکنه، با همون مال کم جلسات بر عبادت و اهل بیت زیاد میگیره، به همون اعتبار کم حل اختلافات زیادی میکنه. طرف بقال سر کوچهشه چهار تا خرما و لوبیا عدس میفروشه. یه انسانی هم هست که بروبیاش بسیار بالاست اما اون انسان با بروبیای بالا نتونسته بین یه زن شوهر آشتی بندازه. این بقال عدس فروش سر محله اونقدر به این افراد آشتی انداخته، حل اختلاف کرده، غرها رو از بین برده، یک کالا زیادی کرده. این یه جا برای خودش داره. این جای تأمله که چرا این انسان با این پول کم یا سواد کم یا اعتبار کم اینقدر برکت آمد به کارش، او چرا نیامده؟ و لذا که انسان با خدا ارتباطم شد یه کار عجیب و غریب میکنه. عنکبوتی جان پیغمبر اکرم نجات میده، هدهد یک شهر را مسلمان میکنه. حالا این مور جناب سلیمان میدانی چرا خداوند از بین این عناصر اربعه باد رو در خدمتت گذاشت؟ آب و آتش و باد و خاک که خدا در اختیارت این باده را گذاشت. یه واسه چی؟ گفت واسه چی؟ گفت میخواد بهت بگه تمام سلطنتت بر باد دل به این نبند. اهل دلی حرف زیبایی داشت. گفت میدانی چرا جناب موسی عصاش انداخته اژدها شد؟ یه واسه چی؟ گفت واسه چی؟ عادت به عصا تکیه میگه. فرمود انسان به هر چی غیر خدا اگر تکیه داد در باطن اژدهایی است که نابودش کنه. الا تکیه به خدا هست که آدم رو نگه میداره. همین عصا که تکیگاه انسانه، اگر ما تکیگاه شد و
با همین مال نابود میشی. اگر مقام تکیگاه شد با همین مقام نابود میشی. اگر اهل عشیره تکیگاه شد با همین اهل عشیره نابود میشی. تکیگاه به غیر خدا اژدهایی است که نابودت کنه. الا خدا سرت رو جمع بکنه، اون رو تکیگاهت قرار بده، با خدا مرتبط بشه. سلیمان از قول او خندش گرفت و تبسم از ضاحکن قولها. یه بار سلیمان جمع کرد خدمش رو، فرمود که خدا این همه به من نعمت داده، اما من یک روز دم بینا خوش نشد. زبز کار برم آوردی، فلانجا فلانجا فلانکار فلانکار فلانکار، فردا صبح از صبح تا غروب احدی به قصد داخل نشد. خواهم یک روزی از این نعمت خدا داده میخوام دل را خوش کنم، کسی به قصد داخل نشد. ره بالای قصر رو اون بالا ایستاد و به احسا تکیه داد و نگاه به سلطنتی خدا به او داد میانداخت. این انسانها، این اجنه در خدمت او، این پرندگان، به همه نگاه میکرد و اینکه خدا چه به او داد، به نعمت الهیه دلخوش باشه. این نگه پیغمبر نه به این سلطنت، چون خدا عنایت فرمود از باب نعمت اللهی دلخوش باشه. دید در همین حال که ره بالای قصر رو نگاه به این شکوه سلطنت کنه، یه جوان زیبا اومد جلو. اون که کی راهت داد اینجا اومدی؟ عرض کرد که صاحب و خدای این قصر راه داد. فهمود که خب مسلم خدای این قصر بر من اولا و احق است که راهت بده. تو کی هستی؟ و سلیمان من ملک الموتم. ملک الموتی؟ واسه چی اومدی؟ آمدم تا تو را ببرمت. خندید و گفت خداوند عالم میخواست در روزی را که روز شادی منه به چیزی غیر ملاقاتش من شاد نشم. دستا تکیه داده همون جا جانش را گرفت. اون که سلیمان اینه، ما میخوام دل دنیا ببندیم؟ اون که همه چیز در اختیارش بود، خواست یک روز به نعمت از باب این که خدا به او داد شاد بشه، اونم با اون وجهه خدا دادی شاد بشه، اما اون یه روزم شاد نشد. ما به چی میخوام دل ببندیم که حتی آن بعد داریم یا نه معلوم نیست. حالا گیرم که شما را سلطانتون کردن، مال دنیا هم به اسمت کردن، ملک دنیا هم به قبالت در آوردن، تمام انسانهای عالم را به خدمت در آوردن، همه چی در خدمت تو، تو به آن بعدت یقین داری که هستی؟ به آن بعدت که من این همه مالم شد، من به آن بعدم هستم یا نیستم؟ این دنیا دندلیش بیش میبنده؟ پناه بر خدا. خدا را به عزت زهرا قسم میدیم که ما را آنی به حال خودمون وا نگذاره انشاءالله. یک نکته پنجم میگم هست، انشاءالله من سر بحث براتون باز کنم، یعنی انشاءالله فردا شب یک مرور بشه بندن. این دیگه حرف آخرمونه، شالا اونو بگم به فضل الهی، بعد بریم در انواع حضور قلب در نماز که ما چند جور داریم، چند فرم راشم چیه. من فقط براتون ادعای ابو حمزه سمالی انشالا این عبارت را بخونم، شالا فردا بحثم حول این محور. در همین دعای ابو حمزه سمالی داره که سیدی ای خدای من، آقای من، اخرج حب دنیا من قلبی، خدای حب دنیا رو از دلم بیرون کن. بعد داره وجمع بینی و بین المصطفی و آله، بین من و پیغمبر آلش جمع کن. خیارت که من خلقک، آنها که افراد انتخاب شده از خلقت هستند، و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، او که پیغمبره.
اون که پیغمبر خاتمه، بر او و آلش درود باد. خب این عبارتی که خب به دنیا را از دلم خارج کن، فوراً فرمود بین من و پیغمبر آل جمع کن. این واو آیا فقط واو عطف که از خدا دو چیز میخواد؟ امر اول خروج خود به دنیا از دل، امر دوم بین ما و او جمع بشه اینه؟ یا یه احتمال بعدی هم داره که واو واو ترتب باشه. اگر خب به دنیا از دل بیرون رفت، اون حالت جمع جلو میاد. اگر نه خب به دنیا از دل بیرون نرفت، تو با پیغمبر آل کار نداری اصلا، کبوتر با کبوتر، باز با باز. و لذا یه احتماله که واو واو عطف باشه، یه احتمال دوم واو واو ترتب باشه. اگر بناست بین تو با پیغمبر آل رو جمع کنن، مقدمش اینه، این دل از غیر خدا بکن، این دل از محبت غیر خدا در میار. اگر اون کردی، ما با تو این خواهیم کرد. انشاءالله بحث فردامون اگر عمری باقی باشه، و انشاءالله سعی میکنم این بحثی رو سریع تر جمعش کنم، که از مسیر اصلی بحثمون حضور قلب در نماز خیلی دور نشیم. خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم از خواب غفلت ما را در بیاره انشاءالله. این ایام عزیزان انشاءالله در نمازهاتون، بعد هر نماز واجبتون، چرا در شبهاتون، وقتی که مدهان عزیز با صوت گرمشون میخونن، حال خوش به شما دست میده، از چشماتون اشک سرازیر میشه، برای نابودی آمریکا خیلی دعا کنید. از اخبار که خبر دارید، یه 48 ساعته به عراق مهلت دادن برای حمله، و گفتن فقط تنها راه عدم جنگ اینه صدام از پستش کنارگیری کنه. اونورم عراق گفته تنها راه عدم جنگ اینه که بوش کنار بره. این به اون خواهد ظاهر ام برمیاد که جنگ انجام خواهد گرفت. آنچه از اخبار من فهمیدم اینه که این جنگ، من یه برم از که جنگ انجام خواهد شد، و بصره هم به شدت نابود خواهد شد، خراب خواهد شد. انشاءالله امیدواریم به حق ابا عبدالله، اگر خدا در این جنگ مصلحت می‌بینن، انشاءالله این جنگ مقدمه ظهور بشه انشاءالله. من خیلی امیدوارم که انشاءالله اگر خدا مقدمه را در این امر دید، کار به یه جا منجر بشه که انشاءالله مهدی زهرا بیاد به حق آل محمد، انشاءالله برای فرج غایه صلوات از دل بفرستید. لا اله الا الله. بریم در خانه اهل بیت دنیا عرض ادب بکنیم. بازم پناه اهل بیت هست، اینا امانن برای زمین آسمان، و تا انشالله دلهای ما با مهدی صاحب زمان همراهه، بدانیم در امانیم. از زمانی بترسیم که دلهامون با امام از همراه نباشه، از اون بترسیم. و الا همه اینا گذرا هست و چیزی هم بارش نیست. آنکه باید برای ما بمونه اینه، باید با امام زمان هم درد بشیم. همون آقایی که فرمودن یا جدا لعندبن نکه سباحن و مساعا، یا جدا شب و روز برات گریه می کنم. الان نالهاتون هم نوا با امام زمان بودنتونه. این ناله هاتون انشالله هماهنگ است با ناله های مهدی فاطمه، و انشالله این عزاداری هاتون با اشکان امامه است با هم به آسمان ها بالا بره. لا اله الا الله.
در روز عاشورا عزیز فاطمه سلام الله علیه وقتی جنگ نمایانی کرد و به نیزه تکیه داد یه خود استراحت کنه، ظالمی تیر سه شعبه‌ای را در کمان به قلب عبادالله زد. راوی میگه من نگاه کردم به سینه زاده زهرا چطور از ناودون خون میاد، از این سینه ها اینطور خون آمد میاد. زاده زهرا از این خونریزی شدید پاها بی‌حس شد، به زانو در آمدند. بعد عزیز زهرا نقش بر زمین شدند، جان عالم بزن یا حسین نبودیم کربلا یاریت کنیم. حسین جا این عزیزا دارن برات گریه میکنن، میگن اگر ما کربلا بودیم جانمون را فدای تو میکردیم حسین، ایشالله پسرت مهدی بیاد انتقامتو بگیریم. چه عزیز زهرا افتاد به زمین، لشکر خیال کنه که حسین از دار دنیا رفته. گفتن که حسین زنده هست یا نه، تردید کردن، شک کردن. گفتن حسین غیرت خداست، فرمان حمله به خیام را صادر کنید، اگر جانی در بدن حسین باشه پامشه وامسته. وقتی فرمان حمله به خیام صادر شد، این عزیز زهروزانوها بلند شد، یا شیعت آل ابی سفیان، ای نوکران ابی سفیان، طرفداران ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین، اگر شما دین ندارید، ولا تخافون المعاد، به قیامتم اگر اعتقاد ندارید، فکونوا احرارا فی دنیا، در دنیاتون جوان مرد باشید، چون با من کار دارید که به زنها و خیام حمله میکنید. دیدم که حسین هنوز رمقی در بدن داره برگشتند. لا اله الا الله. آمدن که کار حسین را تمامش کنند. راوی میگه دیدن که حسین بر زمین افتاده و رمقی به تن نداره، اما لبان حسین خشکیده است. من رفتم از شریعه فرات یه ذره آب آوردم که لااقل عزیز زهرا این دماغ لبی تر کنند. دیدم که یال العجب داره شعر از قصدگاه میاد بیرون. یه نگاه به من کرد، گفت برای کی داری آب میبری؟ گفتم برای زاده زهرا آبش بدن یا ندن، او که رفتنیست، لااقل کنار نهر آب تشنه لب نره. گفت آب به او نده که من سیرابش کردم. گفتم زارم از کجا سیرابش کردی؟ گفت یه نگاه به دامنم بنداز. نگاه کردم دیدم سر زاده زهرا در دامان شعر. تا به گردن
شش گوشه جدت حسین آقای من خم شدم، دست تو بوسیدم ولی چه نوکر بی معرفتی داری. در کنار مسجد کوفه تو را گفتم سلام، پاسخ از لبهات بشنیدم ولی نشناختم. الان داشتم می اومدم دیدم از گلزار شهدام یه اهل دلی کفشاشو تو دستاش گرفته، جوراباشو بیرون برده، داره میره به طرف جمعه رو. خوش به حال اونایی که این سعادتو دارن. این چشمیه، این جالیه، این چه صفایی. خوش به حال اونایی که عشق دارد، صفا دارد، دل دارد، معنویت دارد. خدا یه ذره از اون قلبی که به بعضی ها دادی، حالی که به بعضی ها دادی به ما بده ای خدا. خدا ما هم دلمون میخواد عاشق بشیم، ما هم دلمون میخواد نوکر در خونه امام زمان باشیم. در مسیر جمع کران عطر دل انگیز بهشت یبن الحسن از نفسهای تو بویدم ولی نشناختم. نیزه دار سر سید و شهداست میگه ما یه صندوق داشتیم، این 18 تا سر بریده رو داخل صندوق میگذاشتیم. وارد در شهری که میخواستیم بشیم دم دروازه در صندوق رو باز میکردیم، سرهای بریده رو رو نیزه میزدیم. وابیلا 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 میگه نزدیکی‌های حلب دو منزل یکی کردیم، یعنی دو تا منزل و یک بار رفتیم. وقتی که به مقصد رسیدیم هم ما خسته، هم اهل بیت ابی عبدالله خسته. گفت بس که خسته بودم، نانجیب میگه دیگه حوصله نکردم سر سید و شهدا رو از نیزه بیرون بیارم. نیزه رو با سر بریده بغل خودم خوابوندم. میگفت نیمه های شب که شد یکی از دختر کوچولوهای ابی عبدالله دیده من سر باباش حسینو از نیزه بیرون نیاوردم. دیدم این چند قدم جلو می اومد اما از ترس این که کتکش بزنم بر می گشت. هوا مهتابیه و روشنه، گفت خودمو به خواب زدم. دخترم اونایی که دختر کوچولو دارن میدونن من چی میگم. حاضر نیست یه گرد و غبار رو سر و صورت بابا بنشینه. آه 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 خودمو به خواب زدم ببینم این دختر کوچک سید الشهدا چه میگله. گم دیدم آهسته آهسته جلو آمد، سر بریده یه باباش حسین از نیزه بیرون کشید. ای میگم بابا بمیرم برو، سر و به سینه میچسبانه. بابا مگه تو دختر نداری؟ بابا
بابا چرا اینا اینقدر بیرحمی میکنن با سر بریدن؟ گفت دیدم هی صورت بابا رو میبوسید، هی موهای باباشو شانه میزد، هی گرد و غبار رو پاک میکرد. اما میگه یه صحنه ایو دیدم دیگه نتونستم طاقت بیارم، دشمن میگه بلند بلند گریه کردم ببینم شما چه میکنید. گفت یه وقت خوب توجه کردم دیدم حسین هم داره صورت دخترشو میبوزه. همه بگید مظلوم حسین. بابا 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 تو نبودی و به ما لطمه زدن، صد مقام به بدن امه زدن، کوفیان به زخم ما نمک زدن، مادر اصغر و غم کتک زدن.